سلام علیکم دوستای عزیز امید که جور صحتمند باشین مهرنگی سمندیری هستم صف هشتم یک تن از شاگردان آکادمی گلدسته امروز یک ویدیو راجع به حجره ترتیب دادیم امید که بر شما مفید واقع شود در اول میگیم خود حجره چی است حجره کوچکترین واحد ساختمانی یک موجود زنده میباشد یعنی کوچکترین جز که یک موجود زنده را تشکیل میده حجره است اگر ما باید تصاویر نگاه میکنیم میبینیم که تمامی تصاویر به شکل و سفید گرفته شده یعنی در مایکروسکوپ های گرفته شده که توانایی را نداشتن که تصاویر به شکل رنگ بگیرن این تصویر ببینیم در این دقیق قسمتش میتوکاندریا را نشان داده که ما وقت که ایره ببینیم میفهمیم که همین میتوکاندریا است که انرژی تولید میکنه در یک کجا و باید میشه که در یک انرژی تولید تجارت از مواد مختلف تشکیل شدن ولی یعنی بیشترین قسمت یک حجره را پروتین ها تشکیل میده تمام موجودات را که ما در اطراف خود میبینیم مثل انسان ها و نباتات تمامشان از خجرات تشکیل شدن وقت ما به همین تصاویر نگاه میکنیم میبینیم که تمام اینا حجرات میباشن و خجرات نباتات هستند که تمام نباتات هم از حجرات تشکیل شدن و همین نب... حجرات نباتات میباشه که به شکل بسیار منظم ساخته شده و با شد نباطات بهوجود با و ا ای تصویر که نشان میده که یک هجره هیوانی است و ا همتصاویره که تمام شما میبینیم تصاویر از هجرات میباشه و ای تویر هم تصویر هجره هیوانی میباشه ت نشان می ده حجره ریه های یک انسان را وقتی ما تصویر یک حجره را می بینیم در اون می که حتما در داخل یک حجره هسته وجود دارد پس در داخل هسته در داخل هسته دی ای وجود دارد و ده همون دی ای است که صفات ارسی یک نسل, نسل و نسل بعدی می و همین دی ای است که ما می توانیم یک مثال زندهش مثل از که یک دانی زردادو رو بگیریم در زیر خاک قرار بدیم بعد از چند مدت که ما را آبیاری کنیم میبینیم که از همون دانه زردالو یک نهال بوجود میه نه و او سبز میشه و میتونیم از نهال ما زردالو به دست بیاریم پس همینجا میبینیم که صفات ارسی زرد زردالو به خود نهال منتقل شد و از او از, نحال از اون نهال ما از نهال وقت که درخت میشه ما میتونیم زردالو به دست بیاریم پس اقسم گفتن میتونیم وقتی که ما یک دانه زردالو رو در جز زمین کشت کنیم از سیب باوجود بیه بخاطر که هم صفات ارسی سیب در دانی زردالو نیست که از دوسه با وجود به صفت ارسی زردالو خود زردالو است که در دا دانش وجود داشت ما میتونیم که از و زردالو به دست بیاریم پس از همینجا میبینیم که دی ان ای صفات ارسی را از یک نسل به نسل بعدی با انتقال میده و همچنان ای این تصویر را که میبینید تصویر یک دی ان ای میباشه در اینجا یک حجره را نشان داده و در حجره هسته را نشان داده و در هسته می بینیم که دی ای را نشان داده و همین دی ای است که در داخل هسته موقعیت داره و در همچنان در این تصویر هم حجره است و در حجره کروموزوم نشان داده که در همین دمی قسمت نشان داده که دی ای در داخل هسته موقعیت داره حجرات به دو بخش تقسیم میشن حجرات یک حجره یک حجروی و موجودات دو... چندین حجروی که در اونها قسم حجروی صورت میگیره موجودات یک حجروی مثل آمیب ها باکتری مثال داده میتونیم و موجودات چندین حجروی مثل انسان ها حیوانات نباتات و غیره میتونیم که موجودات چندن... چند حج... چندین حجروی بگوییم که در اینها انقسام حجروی صورت میگیره مثلا این تصاویر میتونیم باکتری ها و آمیب ها را مشاهده کنیم که میبینیم که اینا موجودات یک حجروی هستند و در این تصاویر میتونیم ببینیم بی موجودات چندین حجروی را اه مثل اه حجرات انسان ها و حیوانات که انقسام حجری کردن و همچنان این تصویر که مشاهده میکنین ببینین در قسمت اول یک حجره بوده بعد به دو حجره تقسیم شده و بعد از دو حجره چهار حجره و از چهار حجره قسم تکسر کرده و انقسام حجری صورت گرفته و در همین قسمت ویدیو خود به پایان میرسانم تشکر از یک ویدیو رو تماشا کردین امیدوار هستم که از ویدیو یک چیز را یاد گرفته باشین و با معلومات تا اضافه شده باشا.